Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala man la nebiye ba'de. Amma ba'du, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kitab-ı şerhi dersoy mühim baroy ümumi ümmet. Dersi nühüm. Bayani teşahhüd. Teşahhüd in ast. Ettehiyatü lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sipas be Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat ve berekat me firistat me guyat. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed, kama sallayta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kama barakta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Sipas der teşahhüdi ahir az azab-ı cehennem ve azab-ı kabr ve az fitne-i zindegi ve merg ve az fitne-i Mesih-i Deccal ve Allah Teala panah mebarad. Sipas her duaye ki bihohad mekunad, bekhusus duahaye ki az Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varid şude ast. Az cümle Allahümme a'inni ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Allahümme inni zalamtu nafsi zulmen kesira ve la yagfiru zunube illa ent faghfirli maghfireten min indik ve rahamni inneke entel gafurur rahim. Ama der teşahhüdi avval der namazı peşin asr şom ve khuftan بعد از گفتن این دو شهادت برای رکعت سوم میخیزد و اگر هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستد افضل است به خاطر عموم حدیث هایی که در این مورد آمده است و سپس برای رکعت سوم برمیخیزد. درس دهم سنت های نماز. از جمله سنت های نماز یکم دعای استفتاح، دعای کلیت نماز. دوم هنگام قیام پیش از رکوع و بعد از آن گذاشتنی کفی دست راست بر دست چپ بالای سینه. سوم بالا برداشتن دست ها تا برابر گوش ها یا شانه ها در حالی که انگشتان به هم پیچیده و دست کاملا راست باشند. بالا برداشتن دست ها در هنگام تکبیر اول نماز و هنگام رکوع و بالا آمدن از رکوع و نیز هنگام قائم شدن و تشهد اول برای شروع رکعت سوم است. چهارم از یک بار زیادتر گفتن تسبیح ها در رکوع و سجده ها. پنجم هر چی که بعد از بالا شدن از رکوع و گفتن ربنا لک الحمد به این ذکر اضافه کند و نیز هر چی که به دعای مغفرت بین دو سجده اضافه کند. ششم در رکوع سر را برابر پشت قرار دادن. هفتم دور داشتن بازوها از پهلوها و شکم و رانها و رانها از ساقها در وقت سجده کردن. هشتم بالا نگاه داشتن ساق دست از زمین در هنگام سجده کردن. نهم در تشهد اول و نیز در بین سجده ها پهن کردن پای چپ بر روی زمین و راست نگاه داشتن پای راست. دهم در تشهد اخیر در نمازهای چهار رکعته و سه رکعته به طرز تورک نشستن که آن بر سورینش نشستن و پای چپ را در زیر پای راست قرار دادن و پای راست را راست گذاشتن است. یازدهم در تشهد یکم و دوم و زمانی که میشیند تا آخر التحیات به انگشت سبابه اشاره کردن و آن را در وقت دعا حرکت دادن. دوازدهم صلوات فرستادن و دعای برکت نمودن بر محمد صلی الله علیه و سلم و خاندان او و بر ابراهیم و خاندان او در تشهد یکم. سیزدهم در تشهد آخر دعا نمودن. چهاردهم در نماز صبح، جمعه، دو عید، نماز طلب باران و در دو رکعت اول نماز شام و خفتن با آواز بلند قرائت کردن. پانزدهم در نماز پیشین عصر در رکعت سوم شام و دو رکعت آخر نماز خفتن پس قرائت کردن. شانزدهم از سوره فاتحه بیش از سوره های قرآن خواندن. باریای کردن باقی آن چیزی که از سنت ها در نماز وارد شده است به غیر آن چیزی که ذکر کردیم و از جمله آن چیزی که بر گفته نمازگزاران ربنا لک الحمد
بعد از خستن از رکوع در حق امام قوم و تنها گذار زیاد می شود. پس البته آن سنت است و نیز از سنت های نماز این است که در هنگام رکوع دو دست را بر زانو ها گذاشتن در حالی که انگشتان دست ها کشاده باشد. دعای استفتاح. دعای استفتاح بعد از تکبیر احرام بعد الله اکبر می باشد و آن دعاهایی است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است. مانند فرموده او صلی الله علیه و سلم: اللهم باعد بین و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقینی من خطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ميبوشات.